سلام، من امیر قبادم و شما 18 برنامه باکس آفیس کلوت رو تماشا میکنید. با همدیگه جدیدترین رویدادهای هالیوود، تازه ترین تیزرهای فیلمها و سریالهای روز دنیا و بالا پایین گیشه در 36 هفته سال 2022 رو مرور خواهیم کرد. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرین و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر رو مورد حمایت قرار بدین. با یه خبر خوب برای طرفدارای بلید رانر برنامه رو شروع میکنیم. آمازون خبر داده که ساخت سریالی در ادامه فیلم بلید رانر 2049 به تهیه کنندگی ریدل اسکات آغاز شده. البته هنوز خبری از زمان پخش این سریال نیست و باید بیشتر منتظر مونیم. Tell either side there's no wall. You bought a war. یاران اوشن هم بعد از 15 سال قراره کنار همدیگه قرار بگیرن. Can't be done. We don't have the manpower, the time, or way. به نظر میرسه پس از کش و قوس‌های فراوون، بالاخره سه سوپر استار مرد سینما، جورج کلونی، براد پیت و مت دیمون قراره به چهارمین قسمت یاران اوشن بپیوندن. البته هنوز مشخص نشده که در پنجمین فیلم این فرانچایز ساندرا بولاک و کیت بلانچت هم نقشی خواهند داشت یا خیر. Are you watching Oprah? دیزنی با انتشار تیزری کوتاه از ساخت سریال پرسی جکسون خبر داد. نخستین فصل سریال پرسی جکسون و خدایان المپ قرار سال 2024 پخشه. البته با توجه به تیزری که منتشر شده به نظر میاد پرسی جکسون سریال خیلی از پرسی جکسون دوتا فیلم قبلی جوان‌تره. تیزری ببینیم از سریال ویلو که قرار آخرین روز ماه نوامبر امسال از استریم دیزنی پلاس پخش شه. سریالی که از محصولات لوکاس فیلمه و از داستان فیلمی به همین نام ساخته سال 1988 الهام گرفته شده. داستان گروهی از افراد با کمترین شباهت به قهرمان‌ها که باید از پس اهریمن‌هایی بر بیان و برای نجات جهان دور هم جمع بشن. پخش مینی سریال عاشقانه از ابتدا 21 اکتبر از استریم نتفلیکس آغاز میشه. این سریال 8 قسمتی ماجرای یه زن آمریکایی که برای تحصیل به ایتالیا رفته و اونجا عاشق یه مرد سیسیلی میشه. فیلم ترسناک تلفن آقای هرینگز 5 اکتبر رو به نمایش در میاد. Take advantage of you. How'd you deal with that? Harshly. پیرمرد پیش از مرگ از پسر جوان میخواد که تلفنش رو تو تابوتش بذاره تا پس از مرگ با هم در تماس باشن. اما این تماس به نظر میاد چندان هم عواقب خوشی نداره. If Mr. Hurricane had anything to do with anyone dying, that made me an accessory. I don't know if I can talk about this. 7 اکتبر شاهد اکران فیلم آمستردام خواهیم بود. فیلم پرستاره به کارگردانی دیوید اوراسل. سه دوست که شاهد یه قتل بودن حالا مظنونین اصلی هستن و این چالش به کشف یکی از توطئه‌های هولناک تاریخ آمریکا منجر میشه. قسمت اول از سگانه کاراگاه نایت با بازی بروس ویلیس 21 اکتبر به نمایش در میاد. What is a good cop? This crew is tight. They move like a team. کاراگاه نایت باید با گروهی از دزدای مسلح نقابدار که شب هالووین رو برای عملیات خودشون انتخاب کردن مبارزه کنه. البته با بازنشستگی بروس ویلیس باید ببینیم ادامه این سگانه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. I was thinking. What if we try your way? تیزری می‌بینیم از فیلم بابل. Anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger. داستانی درباره جاه طلبی های بزرگ و افراطی و ظهور و سقوط شخصیت های متعدد تو دوران انحطاط و تباهی افسار گسیخته هالیوود. دوران گذار از سینمای صامت به فیلم های ناطق. فیلم با بازی براد پیت و مارگو رابی که 6 ژانویه سال آتی اکران خواهد شد. Rika, I'm not alone. Get it. We have to leave now. در تعطیلات کریسمس و هفته پایانی سال فیلمی به نمایش در میاد که قرار هوادارهای ویدنی هوستون رو شگفت زده کنه. میخواهم با کسی برقصم قرار ضمن نمایش بخشی از زندگی این خواننده افسانه R&B به بخشهایی از زندگی او بپردازه که کمتر کسی ازش خبر داره. بریم نیم نگاهی به گیشه سینماهای آمریکای شمالی بندازیم که با فروش 57 میلیون دلاری ضعیف‌ترین رکورد فروش امسال رو از خودش به جا گذاشته. 4 فیلم جدید این هفته اکران شدن ولی نتونستن رونق چندانی به گیشه بدن. جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، درام دلهره‌آور و عاشقانه با بازی دیزی ادگار جونز در نهمین هفته اکران محکم به خونه دهم جدول چسبیده. Hello, Miss Kyle. ماجرای کای رو خواهید دید، دختری که به تنهایی در خونه‌ای تو حاشیه مرداب‌های کارولینای شمالی رشد کرده و آشنایی او با دو مرد جوان زندگیش رو تکون‌های عجیبی میده. She killed him. I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. مجموع درآمد فیلم با فروش 1.8 میلیون دلاری این هفته از 88 میلیون دلار عبور کرد. Life persists. انیمیشن مینیون ها گرو برمیخیزد با دو پل سقوط به خونه نهم جدول اومده. Distinguished villains, my name is Gru. تلاش گرو برای پیوستن به جمع ابرشرورها با کمک مینیون ها این هفته کمی بیش از 2 میلیون دلار به حساب یونیورسال پیکچر ریخت تا مجموع فروش موفق ترین انیمیشن سال به 363 میلیون دلار نزدیک شه. A super villain. هیولا با بازی ادریس آلبا در 4th هفته اکران 2.3 میلیون دلار فروخت. مردی که تازه از همسرش جدا شده، دختراش رو به سیاحتی در صحراهای آفریقای جنوبی برده. اما این گشت و گذار با هجوم یه شیر درنده به جدالی برای حیات بدل میشه. مجموع فروش هیولا تا اینجا به 30 میلیون دلار نزدیک شده. انیمیشن دی سی لیگ آف سوپر پیتز هم 3 پله در جدول پرفروش ها پایین اومده. My dog's the best, but he's not the greatest with other animals. آخرین همکاری برادران وارنر و دی سی داستان حیوانات خانگی ابرقهرمان های دنیای دی سیه که به رهبری سوپر سگ عملیات نجات سوپرمن رو پیش میبرند. انیمیشنی که با فروش 3.1 میلیون دلاری در 7th هفته اکران مجموع فروشش به 85 میلیون دلار رسید. دعوتنامه هم نیمی از شما رو مخاطبانش رو از دست داده. خانم جوون که پس از مرگ مادرش تازه فهمیده اقوامی در لندن داره به دعوت اونها پاسخ مثبت میده تا خودش رو وسط عروسی خوناشام ها ببینه، مراسمی که گویا عروسش خودشه. دعوتنامه در 3rd هفته اکران 3.5 میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش به 20 میلیون دلار نزدیک شد. Let me see. Are you okay with people knowing that you're adopted? Yes. درام نشان زندگی در نخستین هفته اکران تو خونه 5th باکس آفیس نشسته.
زندگی آرام دیوید با یه ملاقات به هم میریزه، جایی که او باید با زنی روبروشه که او رو به دنیا آورده و لازمه گذشته رو حالا جور دیگه ای ببینه. نشان زندگی با فروش 36 میلیون دلاری چندان رونقی به گیشه ها نداد. Gave you to me and mom as a gift. And you will always be our son. Everything I need to have you court-martialed and Top Gun Maverick صدرنشینی مجدد خودش رو با کاهش 50% فروش از دست داده و به خونه چهارم جدول برگشته. Your reputation precedes you. After admit I wasn't expecting an invitation back. این هفته خبر بامزه هم درباره هشتمین ماموریت غیرممکن منتشر شد. هجوم گوسفندها به محل فیلمبرداری فیلم در انگلیس پروژه را فعلا متوقف کرده و نام نام کروز به هر بهونه‌ای شده در بین خبرهای هالیوود خودی نشون میده. Has to teach you. May very well mean the difference between life. ماوریک این هفته کمتر از 4.5 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش رو به 706 میلیون دلار رسوند. بالاترین هم با اندکی کاهش فروش یه پله پایین اومده. I'm not the only one on this train looking for this case. 5 مزدور آدمکش با ماموریت واحد سوار قطار سری و سیر میشن و در پایان مسیر فقط یکیشون باید محموله را به مشتری تحویل بده. جدیدترین نقش آفرینی براد پیت و ساندرا بولاک در 6 هفته اکران 4.5 میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش در آمریکای شمالی به 94 میلیون دلار نزدیک شد. اکشن فانتزی ابرقهرمانی برهما ساترا شیوا دومین فیلم پرفروش هفته بود. این فیلم هندی که تنها در 810 سالن اکران شده با فروش 5.6 میلیون دلاری نشون داد سرمایه گذاری رو مخاطب هندی تو هالیوود هم جواب میده. شیوا به دنبال عشق میره و در سفر اکتشافی خودش باید نیروهای اهریمنی زیادی رو پشت سر بگذاره. فیلم ترسناک بربر نخستین هفته اکران رو با صدرنشینی شروع کرد. زن جوان خونه اجاره کرده اما در مراجعه به محل با مردی مواجه میشه که مدعی او همین ملک رو اجاره کرده. اما این همه ماجرا نیست. رازی تاریک تو این خونه هست که قراره به دست او رمزگشایی شه. بربر بیش از 14.5 میلیون دلار فروخت تا تنها فیلم هفته با فروش 8 رقمی باشه. در هفته جاری چند فیلم تازه نفس وارد کورس اکران میشن و باید ببینیم آیا موفق میشن تکونی به گیشه بدن یا باید منتظر اکران مجدد فیلم آواتار باشیم که بلکه اون تکونی به گیشه ها بده. فیلم حماسی تاریخی زن پادشاه بر اساس تاریخ پادشاهی داهومی ساخته شده. یکی از قدرتمندترین قبایل آفریقا در قرن‌های 18 و 19 و روایتگر حماسه زنونه در بستر این دورانه. Or we die. فیلم ترسناک پرل به گذشته این کاراکتر در دیگر فیلم تایوست به نام ایکس میپردازه تا نشون بده این دختر جوان با بازی میا گوث چطور تبدیل به قاتلی شرور شد. یه فیلم کمدی جنایی هم در جدول اکران قرار داره. ببین چطور در میرن ماجرای یه قصر در جریان ساخت فیلمی در وست اند لندن در سالهای دهه 1950 رو روایت میکنه. قصری که پروژه رو برای تحقیقات پلیس به تعطیلی میکشونه. از اینکه با تماشای یه برنامه دیگه باکس آفیس همراه هم بودین خیلی خوشحالم و امیدوارم این همراهی هفته های بعد هم ادامه پیدا کنه و دیگر دوستان سینما دوستتون رو هم به این قرار هفتگیمون دعوت کنین.